دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو ویدئوی امروز میریم سراغ یک بازی که در دور نهم مسابقات گرند سوئیس 2023 انجام شده پرهام مقصود و مهره سفید داشته در مقابل الکسی سارانا یک بازیکن فوق العاده قدرتمند که تو زمینه گوشش هم همیشه مسلط و آماده است ببینیم تو این بازی چه اتفاقاتی افتاده پرهام بازی رو با حرکت دی شروع کرده و سارانا پفش بازی کرده ریتینگ سارانا 2682 درباره ریتینگ پرهام آخر ویدیو بیشتر صحبت میکنیم سی چار بازی شده ای شیش اسپیسه وید بی چار دفاع نیم زندی. شاخه روبین ساین با حرکت ایسه که به هم پرطرفدار و مد توی بازی ها تقریبا توی تمام سوتو ایدش میتونه این باشه که سفید میخواد از ای 2 بازی کنه و بعدش ایسه کنه تا بتونه اسب سی سر رو با اسب بزنه شاید براتون سوال بشه چرا اینجا سیو خودش پیش دستی نمیکنه و اسب سی رو نمیزنه چون توی دفاع نیم سیاه سیا ترجیح میده که منتظر بمونه سفید یه ایسه تلف کنه بعدش نصب خونه ایسی سر رو بزنه دوست داره ایسه یه زمان از دست رفته برای سفید باشه قل کوچیک فیل دیسه پس پرهام از دوش هم بازی نکرده این شاخه هم خیلی پرطرف داره که سفید اول فیل دیسه کنه بعدش از ایدو کنه یا حتی اسب بفسه که اتفاقا یکی از متخصصین این شاخه خود ساراناس البته از ایدوش که تو این بازی پرهام اسپفسا بازی میکنه. D5 ایده درست برای سیاه بهترین حرکت داره بازی میشه. سیاه میخواد پیاده C4 رو بزنه بعد از ویل در C4 C5 بازی کنه و به مرکز سفید حمله کنه. ایس، ویل در C، B در C. حالا سیاه پیاده C4 می‌زنه، ویل در C4 و حرکت معمول C5. اسپفسا بازی شده، یه حرکت گسترشی بسیار منطقی، وزیر سیاه. سفید بعد مراقب باشه سیاه داره پیاده دیچار رو میزنه که ستون به سمت فیل باز میشه یه شاخه بامزه اینجا وجود داره که اگر سفید بیاد فیل دیسه بازی کنه وضعیتش خراب میشه چون بعد از حرکت سی در دیچار سیاه داره وزیر سیسه کیش میده و سفید که بزنه وزیر سیسه کیش رخ داره از دست میره و بعد از فیل دیدو فیل دیسه از دست میره پس دیسه خونه کاملا اشتباهی ولی خیلی ساده است و فرهان بلد اینا رو و آمده فیل ای دو بازی کرده که از اینجا بعددم بازی خیلی خوب برای هر دو طرف پیش میره بهترین حرکات رو بازی میکنن فیل B 2 و فیل، بی هفت، بله کوچیک، ا 36 بازی شده c سی4، رخ و رخ C1. اسب رففت خونه E7، اسب رفته خونه E5 و ترش میتونه این باشه که اسب g 7 رو حتی بزنه و بیادار رو دوب کنه. یه ایده دیگه هم اینه که اسب برگرد خونه دی. اسب G6 تو این وضعیت ا خونه G6 رو زده، چون ممکنه مشکلاتی باشه مثل اسب 4 اگر اسب برگرد خونه دیسه ولی بله خب اسبو میتونه بزنه پیاده رو دوب کنه حرکت خیلی خوب وزیر بیسه فیل سی شیش یک و وزیر بیفت پیاده جی دو زیر ضربه و سفید از پیاده میکنه با حرکت F یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که سیاه نمیتونه جی پنج بازی کنه با ایده جی چار و باز کردن و قطر فیل چون سفید خیلی راحت پیاده سی 5 میزنه و تعویض وزیرا به نفع سفیده. و شانس‌های خوبی برای برد توی این آخر بازی داره، برتری دو فیل داره، فیلش خونه e 5 داره و سفید میتونه فشار بیاره و برای برد تلاش کنه. پس پرهام حواسش به این شاخ هم بوده و اف رو بازی میکنه نگران g 5 نیست، اتفاقا سیاه بعد نگران باشه که وزیرا تعویض نشه. وزیر ایشیش حرکت خیلی خوبی بوده که سارانا بازی کرده با ایده فیلیچار ای و داره مهرای سفید رو واقعا اذیت میکنه. فرا اومده رخ دیدو بازی کرده و پیاده زده شده که دیر یا زود اتفاق میفته این حرکت و سفیدم با پیاده میزنه و وارد این ساختار پیاده میشه که به پیادای آویزان معروفن به انگلیسی هم هنگینگ پانز بهشون میگن که یه مقدار آسی پذیرن حریف میتونه بهشون فشار بیاره رخ دوب کنه با سوارای سبکش بهشون فشار بیاره و سفید باید مراقب باشه که از دستشون نده این اولویته ولی در نهایت همین الان میبینیم که فضا گرفتن و چل تا خونه رو دارن کنترل میکنن و همچنین ممکنه برن جلو هر لحظه هر کدوم که بره جلو ممکنه پیاده رونده به وجود بیاد که طرح برد برای سفیده فعلا بازی تعادله وزیر ای پنج حرکت خوب فیل سیسه وزیر جی 5 وزیر دی پرهام میخواد اوضاع تحت کنترل بگیره بازی بازی راحتی نیست و سفید بعد مراقب باشه که این پیاده رو از دست نده یه شاخ بسیار مهم هم اینجا وجود داره که پرهام بعد از بازی بهش اشاره کرد که برای خودم خیلی جالب بود و سیاه نمیتونه B5 بازی کنه. این حرکت مهمیه که سفید باید مراقب باشه سیاه انجام نده. B5 خب داره به سفید به های سفید حمله میکنه و داره برای خونه دی5 میجنگه برای خونهای سفید و اگر قابل بازی باشه برای سیاه حتی ممکنه سیاه بهش ولی D5 کار سیاه میسازه و دقیقا برعکس چیزی که سیا انتظار داره الان اتفاق میفته فرض کنید بزنه حالا میتونه پیاده بی پنجه بزنه ارتباط وزیر قد شد و فرض کنید مثلا فیل بره دی حالا بهترین حرکت نیست ولی فرض کنید مال فیل جابجاشه فیل دی 4 و این وضعیت برای سفید فوق العاده است سیا دنبال این وضعیت نبود این وضعیت به نفع سفیده چون موراش خیلی بهتره پس بی پنج قابل بازی نیست رخصیشت فیل f1 به b7 a 4 هم جلوی b5 دیگه میگیره و هم میخواد خودش a5 کنه بزنه تو پیاده و b6 پیاده ضعیف باشه رخ c7 سارانا این ایده ده رو داره شروع میکنه میخواد دوبل کنه فیل a6 کنه و از این داستان که a5 حرکت خوب بازی شده a در b6 a در b6 و رخ c که از بیاده سی چارش میاد تاکتیکی دفاع میکنه و این واقعا قشنگه این مدل دفاع کردن عالیه و اگر سیاه بزنه فیل دیدو سیاه به فنا میره و دو تا مورش زیر زر پس یکی از جالبی این وضعیت هم واقعا اینه که برای من جالب بود و شطرنج واقعا همینطوریه بازی شطرنج باید خیلی از مواقع مراقب حرکات حریف باشیم باید پیشگیرانه بازی کنیم بعد ببینیم حریف چه طرحی داره اینجا فرهام داره برای برد تلاش میکنه و وضعیتش هم بهتره میدونه بیشیش ضعیفه میدونه یه روز اینو میرونه و رونده درست میکنه ولی اگه دقت کنین حرکات اخیرش همش شفاییه داره همش از پیاده ها شفا میکنه و مورای سیا اتفاقا همه حمله هم کننده ولی بالاخره نوبت پرهام میرسه اتفاقا سیا داره وضعیتش بدتر و بدتر میشه غیر میشه دیگه چیزی برای حمله کردن است. حالا سفید شروع میکنه که یا بیشش یا روندن پیاده و از این جور داستان خب وزیر F4 بازی شده حرکت خوبی نیست چون وزیر E1 خیلی خوبه و حالا D5 دهدید شد فیل E5 بازی میشه و مهرا چنگال میشن پس اصلا خونه F4 خونه مناسبی نبوده که سارانا مجبور میشه زمان از دست بده و وزیر F5 بازی میکنه. فیل B2 رخ سی هشت و وزیر ایس یه حرکت قشنگ که میخواد وزیر رو از این طریق فعال کنه و بذاره ایس یا بیس. اینجا هم یه شاخه مهم وجود داره سیا آیا میتونه بی پنج کنه یا نه؟ سوال. چون این دفعه حتی سی چار آچمز هم هست و رخ حسابی زیر ضرب تو خونه سی دو. حرکت مهم جی چار و وزیر توی دام میفته. سیاه باید اسبش رو قربانی بده چون وزیرشش خونه ای نداره و میبازه بازی رو. اسپاون بی 5 قابل بازی نیست. وزیر اچ 5 ولی حالا وزیر ایس، بی بی ها وزیر بی است. زیر ضربه که سارانا یه جوری با حمله متقابل جواب میده. حالا این دفعه اف 3 جوری زیر ضربه. رخ 1 اس بی 7 از پیاده شفه میکنه. فیل 3 وزیر اف 6، فی ایس. بنظرم یه جای فیل سفید واقعا بهتر شد. رخ ای 8 دیگه اینجا فکر کنم ترهای سارانا دارن تمام میشن روخه هش رو خیدو به نظرم تعویز و ها به نفع سفید حتی چون های سفید جورای مدافع بودن های سیاه حمله کنند و الان روخا هم که تعویز شد این وضعیت برای سفید خوبه و میتونه فشار بیاره با یه وضعیت دیشی شروع کنیم که وزیر رو فعال میکنیم ایده سی پنج وجود داره ساخت پیاده رونده بیشش همچنان ضعیفه و همچنین اچار اچ پنج یه تره دیگه است باز کردن جلوی شاه سیاه وقتی سفید برتری دو فیل داره خیلی خوبه. یه نکته بسیار مهم دیگه که فرهام بهش اشاره کرد بعد از بازی اینه که تعویض وزیران به نفع سفیده. اگر سیاه وزیر رو تو بازی نگه داره شاید داشته باشه ولی اگر وزیرا تعویض بشه برتری دو فیل و پیادایی بهتر کار دست سیاه میده. مثلا بعد از وزیر سیاهش فیل 4 تهدید وزیر سی هفت وجود داره. که وزیر اجباری تعویض می‌شه. سارونا میاد ف36 بازی می‌کنه تا اگر وزیر سی بازی شد بشه این انتخابم داشته باشه که وزیر ای هش کنه. حالا جدا از این که شاهدهم وزیر رو, رو تعویز کنه. ولی وزیر ای هش هم یه انتخابه. اچ 4 شو بازی می‌کنه وزیر ای هش شاهده اچ 2 فیل ای 4 نمی‌دونم برای چی دقیقا، فیل برمی‌گیره خونه دی 2 فیل برمی‌گیره خونه سی 6 وزیر سی حرکت فیل در اف سه کم دیگه زیادیه فکر نکنم جواب بده چون حداقلش سفید اصلا میتونه اسبو بزنه مجبور نیست حتی فیلو بزنه شاه چش شاه جیسه حرکت پیشگیرانه خیلی خوب دیگه شاه جیسه جاش اصلا امنه فیل در اف وجود نداره از این جور تاکتیکا وجود نداره وزیر بیاد ای 2 و بعد از اینکه فیل جابجا شد فیل در اف سه بزنه مثلا جی دو آچمز باشه ولی خب شاه جیسه انگار همه چی رو دفاع میکنه شاه G8 فیل G5 تعدید چیه وزیر D8 و تحویز وزیرا سیامده F6 بازی کرده برای نقطه زفای جدید E6 و G6 بلا حمله میکنه فیل دی 3 فیل ای 4 و حرکت به حرکت سفید داره برنده تر میشه و تو این وضعیت واقعا سفید برنده است وزیر 5 C5 حرکت خیلی خوب در حال حاضر حتی بیشیش آچمز هم هست وزیر پشتش زیر ضربه و تهدید حرکت c شیشه که به به آچمز دوباره همدی می و پیاده رد شد دیگه اجرای بالاخره رونده‌ای ساخته شد E5 بازی شده که فایده نداره واقعا C6 اصلا بی‌احتنایی میکنه به فیل F4ش با اینکه می‌تونه فیل رو با کیش بزنه شار گذاشته H2 ولی این اصلا هم جای نمی‌ره و قطعا داره اسب رو می‌زنه وزیر H5 وزیر در اسب کیش شاه G8 یکیشه دیگه شاه h و وزیر G4 تعویز وزیر اجباری، هیچ کاری نمیتونه انجام بده چون g هم زیر ضربه خود وزیر الان زیر ضربه و G6 آچمزه پس وزیر باید تعویض بشه شاه برگشته G8 پیادای رونده رو باید روند D7 میتونه D7 بازی کنه که برنده سیاه میتونه جی 4 رو بزنه وزیر بعد برمیگرده وزیر رو میزنه شاید برام نمیخواست این اتفاق بیفته فیل در جی 6 هم به همون اندازه برنده است فیل در جی 4 دی 5 و سارانا از بازی انصراف میده و تسلیم میشه یه قشنگی این وضعیت اینه که اگر شاه اف 8 بازی بشه بعد از دی 6 شاه گیر کرده نمیتونه بیرون بیاد و شاه اونجا اصلا حسابی گیر کرده فکر میکنم در ادامه بشه شاه و دور داد بشه فیلو دور داد و توی یکی از این خونه گذاشت و از پیاده حمایت کرد سویت قطعا داره این آخر بازی رو میبره و سیاهی چانسی نداره خب دوستان همونطور که دیدید پرهام تونست یک برد بسیار ارزشمند رو به دست بیاره موقعیتش توی مسابقه خیلی خوب شده جزو لیدرهای مسابقه است قبل از این دور فقط نیم امتیاز از لیدرها کمتر بود ولی با بردش توی این بازی تونست جزو لیدرها بشه البته خود لیدرها کم نیستن و یه پنجشیش نفری هستن دقیقا نمیدونم چند امتیازی ولی یه پنجشیش نفری بالاترین امتیاز رو دارن که پرهام هم جزوشونه و اتفاق جالب دیگه ای که داره میفته اینه که پرهام توی این مسابقه عملکردش عالی بوده تو مسابقات قبلش عالی بوده و کلی ریتینگش افزایش پیدا کرده و اینطور که من متوجه شدم فقط یک برد دیگه به دست بیاره میره جزو ده نفر اول دنیا پس الان خیلی نزدیک حالا یا یازدهم دوازدهم سیزدهمه یه برده دیگه میره جزو ده نفر اول دنیا که واقعا فوق است و واقعا خوشحال کننده است. ببینیم در ادامه این مسابقه چه اتفاقاتی میفته دو دور مونده دور دهم ده و و یازدهم. ببینیم چه اتفاقات میفته خیلی ممنون که با من همراه بودین امیدوارم که حسابی هم لذت برده باشین. لایک و یادتون نره تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.